بعد از ایجاد یک سند جدید باید اون رو ذخیره کنیم. اگر در سند ایجاد شده یک تغییر کوچیک ایجاد کنیم، مثلا من اینجا از نوار ابزار و از مجموع ابزارهای ترسیم اشکال ابزار رکتانگل رو انتخاب می کنم و در صفحه یک مستطیل رو ترسیم می کنم. مشاهده می کنید پس از ایجاد یک تغییر کوچیک در سند، در کنار اسم سند یک ستاره کوچیک نمایان میشه. این ستاره کوچیک بیانگر این هست که سند تغییر کرده و تغییرات سند هنوز ذخیره نشده. برای ذخیره سازی اسناد بایستی از فرامین مربوط به ذخیره سازی در منوی فایل استفاده نمود. منوی فایل رو باز کرده و مشاهده می کنید که سه فرمان برای ذخیره سازی اسناد وجود دارند. فرمان سیو، سیو از و سیو کپی. در صورتی که سند شما قبلا بر روی دیسک سخت ذخیره شده باشه، گزینه سیو تغییرات رو بر روی سند بدون هیچ پیغامی ذخیره میکنه. اما اگر پس از ایجاد سند برای بار اول قصد ذخیره سازی رو داشته باشیم، این فرمان مشابه فرمان سیو از کادر محاوره ی سیو از رو باز خواهد کرد. در کادر محاوره ی سیو از شما میتونید در بخش فایل نیم نام فایل خودتون رو وارد کنید. من در اینجا نام فایل رو IND01 وارد میکنم. در کادر سیو از تایپ میتونید فرمت و یا پسوند فایل رو انتخاب کنید. مشاهده میکنید که نرم افزار این دیزاین فرمت و یا پسوند پیش‌فرضی رو که برای ذخیره سازی اسناد و یا فایل ها پیشنهاد میده فرمت INDD هست. INDD مخفف این دیزاین داکیومنت هست. اما از این کادر شما میتونید دو تا فرمت دیگر رو هم تنظیم کنید. مثلا میتونید فایل خودتون رو با فرمت تمپلیت ذخیره کنید، یعنی پسوند INDT. فایل تمپلیت به فایل های الگویی گفته میشه که میتونیم از اونها به دفعات به عنوان یک الگو برای طراحی موارد مشابه استفاده کنیم. یا اگر که قصد دارید سند خودتون رو با ورژن های قدیمی تر باز کنید، میتونید از پسوند IDML استفاده کنید. در صورتی که کادر Always Save Preview Images with Documents تیک داشته باشه، تصویری از صفحه اول برای پیشنمایش آیکون فایل ساخته خواهد شد. این کار باعث سهولت و تسریع در جستجوی فایل ذخیره شده مد نظر از بین فایل‌های دیگه موجود در سیستم خواهد بود. پس از اینکه محل ذخیره سازی فایل خودتون رو انتخاب می‌کنید، که من در اینجا دسکتاپ رو انتخاب کردم، بر روی دکمه سیو برای ذخیره سند کلیک کنید. فرمان بعدی برای ذخیره سازی اسناد فرمان سیو کپی هست. با این فرمان یک کپی از سند برای ما ذخیره میشه. اما ادامه کار بر روی همین سندی که در حال حاضر باز هست و مشغول کار بر روی اون هستیم ذخیره خواهد شد. و تغییراتی که بعد از اون ایجاد می‌کنیم روی سندی که سیو کپی بوده ایجاد نخواهد شد. من با کلیک بر روی فرمان سیو کپی و یا استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل آلت اس فرمان رو اجرا می‌کنم. میتونم در کادر فایل نیم نام فایل کپی خودم رو وارد کنم. IND02. سپس بر روی دکمه سیو کلیک میکنم. مشاهده میکنید که بر روی دسکتاپ فایل IND02 ایجاد شد. اما فایل باز همون فایل IND01 که اولیه خواهد بود. نکته قابل توجه دیگه این هست که شما میتونید سند رو پس از تغییرات مجدد به وضعیتی که تازه اون رو باز کردید برگردونید. که این کار با اجرای فرمان آندو از منوی ادیت امکان پذیره، که البته ما از کلیدهای میانبر مشهور این فرمان یعنی کنترل زد برای آندو کردن استفاده میکنیم. و اگر قصد داشته باشیم که فعالیت‌هایی رو که آندو کردیم مجدد برگردونیم، میتونیم از فرمان ریدو استفاده کنیم یا از کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت زد استفاده کنیم.
اما گاهی تغییرات ایجاد شده از زمان ذخیره سازی سند خیلی زیاد هستند و زدن کنترل زد و آندو کردن اون کمی مشکله. در این حالت میتونیم از فرمان ریورت در منوی فایل استفاده کنیم. در حال حاضر فرمان ریورت برای من خاکستری و غیر فعاله، چون از آخرین لحظه‌ای که فایل رو ذخیره کردم هیچ تغییری روی اون ایجاد نکردم. من در اینجا با استفاده از شیپ دایره یک دایره ترسیم می‌کنم. با استفاده از پلیگون تول یک پلیگون ترسیم می‌کنم. اگر به منوی فایل برم، فرمان ریورت برای من فعال میشه. با زدن فرمان ریورت پیغامی بر روی صفحه ظاهر میشه که از من میپرسه آیا برای انجام عمل ریورت مطمئن هستم یا نه. باید دقت داشته باشیم که اگر بر روی دکمه یس کلیک کنیم، باعث میشه که وضعیت سند به آخرین باری که اون رو ذخیره کردیم برگرده. بر روی دکمه یس کلیک میکنم. بنابراین دستور موقعی به کار میاد که تغییرات اعمالی شما روی یک سند که از انجام اون به هر دلیل پشیمون شدید اونقدر زیاد هست که از حوصله دستور بازگشت آندو خارج باشه.